چاکریم به نظرت زندگی بعد از مرگ وجود داره حال نمی کنیم با هم دیگه در ارتباط نباشیم این بعد داداش ویدیو یه رفر عکاسا 2 میلیونی نمیشم من اگر اینکه بکشیم پای. خیلی آکوارد نیست من با سلیب میگم بسم الله <تصح> <تصح> آدم هایی که سوار این موج ترند شدن با از بین رفتن اون ترند اونها هم از بین رفتن یعنی تو یه شبه نمیتونی یه چیزی به دست بیاری مگر اینکه دزدی بکنی آفرین آها آیسان اسلامی تو گیری دادی به بنده خدا شده مثلا یه روز بگی که با ولش کن جمعش کن بندازیم دورو بریم دیگه دارم مثلا ویسکی میزنم دوشم گرفتم و چیل کردم دارم تفلیس رو نگاه میکنم کسی که میاد پشت سرت صحبت میکنه جاش همون پشته یه میکروفون جلو اون باشه باید بشیم همه رو نصیحت بکنیم یا یه آه چیزی به یه نفر انتقال بدیم نه خود من منوم کبابیه کاسه کباب داریم تو سوراخ اینه دیگه پروسه تموم شدنش راحت تره وجدان منم برا فروشه فردا میام میگیرم میبرم شاید این که به خاطر اینکه تو مشهد تو مدیا اهمیت نمیدن داره دود مولا سلام علیکم رفقا امیدوارم که حال دلتون خوب باشی و مثل همیشه که میگم تنتون سالم و جیباتون هم پر از پول به قسمت جدید رول خوش اومدین امروز دوست قدیمی اینجا هستش عادل هم اسم خودمه خیلی جالبه که این عادل بودنه عادل وحیدی خیلی وقتا تداخل ایجاد کرده خیلی جاها اوزاییه <تصفح> بدبختی گرفتار شدین آره امروز عادل وحیدی اینجاست ویدیو و عکاس که من میدونم عکاسی رو بیشتر دوست داره کم و بیش عکاسی رو ترجیح میدم برام راحت تره, راحت تره؟ پیر شدم دیگه چرا اول بذار این قضیه رو بگم که یعنی این قضیه عادله رو همینجا ببندیم تمومش کنیم آره ببندیمش چون همیشه من و تو اصلا این صحبت های این دفعه اولام که با دیدیم این قضیه رو گفتیم دقیقا. اونم این بود که چقدر چانسش زیاده که ببین خود اسم عادل نمیگم خیلی اسم یونیکی داریم و خیلی اسم خاصی ولی اسم کمیه در نهایت خیلی تعدادش زیاد نیست آره من تقریبا تو ایرانم که بودم خیلی کم به حتی تو خود آره. ایرانش کم پیش میمد که به عادلی بر بخورم حالا بمونن که بیام تو استانبول بعد دو تا عادل تو استانبول دو, هم تو یه جان باشن یه کارو بکنن دقیقا. و این خیلی یه جاهای باگ دادیم یعنی یه جاهای هم تو اصلا کارا جابجا شده برای تعریف کرده بودم که کارا جا مثلا گفتن آقا بفرستین عادل انجام بده آره کار رفته سراغ یک آره کار عادل دیگه یه آره قرار, آدل آدل دیگه ای قرار آره آره نگم براتون آره آره ولی خیلی جالبه این چی پرسیدی ببخشی من اینو پرسیدم که همیشه من با تو صحبت کرده بودم قبلا اینو میدونستم که با اینکه ویدیو رفی میکنی ولی عکاسی رو خیلی بیشتر دار دوست داری ببین میگم عکاسی خیلی را رو خیلی روون ترم من از کسایی کارم. که میگن عکاسی رو دوست داریم به خاطر اینه که پروسه تموم شدنش نگو اینجوری تو خودت کار ویدیو کردی کار ویدیو یه جاهای خیلی ایزی تره یعنی مثلا حداقل تو ای توی شوتینگ‌های مثلا فشن صدای اذان مغرب صدا اذان توی شوتینگ‌های فشن مثلا تو میری 20 تا 30 تا لباس رو عکاسی میکنی 60 فریم 70 فریم عکس یک شکل رو باید بذاری جلو دونه دونه اینا رو ریتاج کنی مغزت سرویس میشه ولی از همون شوتینگ ویدیوگرافر یه دونه ویدیو زده میندازه تو تایملاین یه موزیک میندازه زیرش کار جمع میشه دایا. یعنی پروسه یه راحت تری داره الزاما اونجوری بشه نگاه حالا یه ذره جلوتر راجع مثلا خود این کلا صنعتی که توش هستیم یه ذره بیشتر تو بکنیم ادامش بدی بگی به اه... یه ذره ادامه بده چون خیلی هنوز جمعش نکردم تو ذهنم که مثلا بگم فلان موضوع حاله. ولی راجبش حرف میزنیم آره من خودم به شخص همیشه ازم هم که وقتی میپرسن عکاسی رو ترجیح میدم چون که اول عکاس بودم ام. ولی خب به طور ناخواسته وارد ویدیوگرافی شدم و همینجوری هم توش موندم ولکنم نیستش یعنی گیر میکنی توش رو میری بخوای نگاهی،, نگاهی هم بهش بندازی به درآمدی هم خب ویدیوگرافی نسبت به عکاسی خب بیشتره داره. هم ویدیوگرافی هم کارگردانی و بقیه داستان هایی که وجود داره. داره ولی من عکاسی خیلی بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه احساس میکنم وقتی تو یه فریم عکس رو ثبت میکنی کاری ندارم حالا میخواد فشن باشه میخواد عکاسی خیابانی باشه عکاسی جنگ هر چیزی درکش راحت تره آره توی یه فریم خیلی سریعتر میتونی یه چیزی رو درک بکنی ولی تو وقتی یه ویدیو رو نگاه میکنی بعد اول تا آخرش نگاه کنی آره. چیز درک آره. بعضی توی یه عکس خیلی محتوای بیشتری وجود داره یه, یه, چیزی که الان الان اومد تو ذهنم که اصلا قشنگ اونو بشکافمش اصلا این دوربینه این حالات تو میخوای باش ویدیو بگیری میخوای عکاسی کنی یا هر چیز دیگه برا تو هنره یا صنعت بر خودت شخصا بر خود چون من جوابش هنر بر تو هنره ام. خب من خیلی سال پیش این مسیر رو جدا کردم یعنی وارد یعنی سنت خیلی سنت سال, سال پیش آره, آره. از این مسیر من دقیقا یادم یه شب رو... البته میتونم اینو بگم مثلا دارم عکاسیم تو بخش هنر گیر کرده ام. ویدیوم وارد صنعت شده من تو جفتش قضیه رو قشنگ دارم صنعتی میبینم یعنی از نظر من من تقریبا 6 7 سال پیش یادمه حتی اون شب رو یادمه که با چند تا بچه‌ها نشسته بودیم داشتیم صحبت می‌کردیم یکیشون این همین بحث رو راه انداخت و من اون شب تصمیممو گرفتم تصمیم گرفتم که اگر هنری هم هست این هنر قرار است که به خدمت یک صنعتی در بیاد، که در نهایت بتونه باعث فروش بشه باعث تبلیغ یعنی من انتخاب کردم که بعضیا اینو بد میدونن یه لیبل بدی یه جاهایی بهش میزنن که مثلا طرف عکاس صنعتیه یا عکاس کامرشاله یا عکاس این این از نظر من به عنوان آدمی که این صنعت رو انتخاب کرده در نهایت ازش یه پولی در بیاره من دارم قضیه رو این شکلی میبینم از نظر من بیزینسه یعنی اگر فردا به من بگن این دوربینه رو مثلا ما تبدیلش کردیم به یه لنز میذاریم تو چشت برو با اون کار بکن بر من هیچ فرقی نمیکنه من میخوام پول نمیگم آدم پولکی هستم یا داستان اون نه شکلی نه میکنه ما دیگه وارد این کار شدیم آره. ما از این داریم کار, کار شد... یعنی پول در میاریم صرفاً این نیست که یه دوربین برداریم بریم عکس بگیریم بعد قابش کنیم بزنیم تو دیوار داریم. نه این وقتی وارد بحث پول من اگه میگم هنری به خاطر اینه که دیدگاه هنریه رو هنوز نتونستم و خیلی وقتم از این بحث هنری ضربه خوردم من یعنی هی میخوام خودم و از این بحث هنری ضربه بکشم کنار خیلی سفت و سختتر وارد صنعت بشم سری کار بشم میدونی چی میگم بیفتم دو دورش که آقا سری کار بکنم مهم نیستش اصلا چی میاد بیرون دسته بقیه باشم خیلی هم ضربه خوردم حرف درسته ولی میگم اون هنر هنوز تو من کرده من من خیلی سال یعنی یه جاهایی م... م... میگم اتفاقی که برای من افتاده این بوده من احساس کردم اون جاهایی که احساس بکنم بیشتر میتونم از اون روح آرتیستیکی که یه زمانی در اونم بیشتر جریان داشته به یه کاری تذریق بکنم خود کار به هم میگه یعنی یه کارایی هست خودت هم احتمالا اینو تجربه کردی میری سر پروژه احساس میکنی که اوکی الان من با این پروژه حالم انگا بهتره انگاه موده بهتری دارم بذار یه چیزی بهش اضافه بکنم از, از اون روح آرتیستیکی که دارم هنرت رو هم بهش تذریق میکنی ولی پدر من همیشه دیالوگی داشت و همیشه به من این نصیحتو آره اینجا اینجوری باید بگیر خیلی صدا کمه نه اوکی نمیگم این دیالوگر رو <تصفح> پدر همیشه به من میگفتش که اگر میخوای ده دلار پول در بیاری برای یک نفر باید صد هزار دلار پول در بیاری یعنی در نهایت تو سرویست هر کاری که میخوای بکن تو اصلا رئیس یه کمپانی هستی که در نهایت باز یه سرویسی به یه آدمی میده دیگه اون آدمه باید یک برداشتی از اون چیزی که تو داری بهش میدی بکنه که تو در نهایت بتونی مسیر رو ادامه بدی و پولدارتر بشی کار توسعه پیدا بکنه کارهای بزرگتر و بهتر انجام بدی و فکر میکنم اگر آدمایی که وارد هر بیزینسی میخوام بشن مم. مثلا طرف میخواد عکاسی رو شروع بکنه اگر فکر میکنی با عکسی که میگیری یه آدمی میتونه پولدار بشه محصولش رو بفروشه سرویسش رو بهتر ارائه بده سوشال مدیاش رو بزرگتر بکنه که حالا در نهایت به اون آدینسه برسه که از اون آدینسه پول در بیاره به نظرم خوش اومدی بسم الله حالا من یه سوالی یه بار من یه آکوارد نیست من با سلیب میگم بسم الله خیلی جالب شد راست بسم الله سلیب اصلا مهم دیگه دارم میخورم تو یه چیزی یه بار من یه ولاگی توی استودیوتون داشتم میگرفتم که تو اونجا برگشتیم در مورد این صحبت کردیم که به نظرت اصلا میشه از این کار پولدار شد تو برگشتی گفتی که نمیتونی لامبورگینی بخری قرار نیست هم چی کاری بکنی اصلا قبل برنامه دیگه نیست و اگه اگه برنامه خرید لامبورگینیه برادر من بیزینس اش لامبورگینی نه یه ماشین دیگه چی اوکی اوکی در میاد اوکی ببین آخه مسئله داریم تا مسئله ببین باز دوباره میگم من از پی وی بیزینسی به قضیه نگاه میکنم اگر تو قراره اینوستمنتی بکنی دیگه یه قراره یه دوربین بخری یه لنز بخری یه تجهیزات بخری من حرفم اینه اگه قرار مدیوم وارد مارکت بشی که اصلا دووم نمیاری چون از تو بزرگتر و از تو تکنیکالتر توی مارکت هستن اگه قراره بری یه سرمایه گذاری این شکلی بکنی این تجهیزات رو بخری و انتظار داشته باشی تو سال اول برداشتن همونو بکنی بازم داری اشتباه میکنی دقیقا. چون صادقانه من خیلی آنست و خیلی روک دارم یه همچین چیزی رو میگم خیلی که چیزی که میگم ولی خب هست واقعیته امروز رو تصور کن تو مارکت استانبول یه نفر با تجهیزات خوب با تجهیزاتی که از نظر من و تو به عنوان آدمایی که داره تو این مارکت کار میکنن استاندارده اوکیه تازه اومده تو به نظرت من عادل وحیدی که چند سال توی این مارکت خاک خوردم مشتری ها رو جرم کردم دارم کار میکنم اصلا به اون اجازه میدم توی این مارکت کار بکنه تو قیمت نفرد. تو بشکنی قیمت میشکنم با مشتری من بچینی من با مشتری تو میچینم یعنی بهت اجازه نمیدم کار بکنی حرفم این نیست که اجازه نمیدم بیزینس اجازه نمیده و که این کارو میزنم تو دهنه نه کاری نه <laughs> بیاین همه کار کنیم دور هم دیگه ولی حرف ده ده که تازه ]شیه. وارد شدم به این مارکت یه ذره به نظر من کار سختیه اگه دنبال پول در آوردنی مخصوصا جاهایی که مدیاش یه ذره قویه و مدیای خوبی بود مثلا خود ترکیه جایی که خب چه ترکش چه حالا بچه های ایرانی که دارن کار میکنن به صورت قدرتمندی دارن کار میکنن اما کاری ندارم کار ضعیف و قوی همه جا هستش و قرار باش از این بدم و اومدن توی این مارکت خیلی سخت و دووم آوردنش از خود اون اومدنش سختره یعنی تو خیلی وقتا هزینه های زیادی میکنی تو این مسیر یعنی چه زمانی چه مادی چه جسمی و روحی و یه جایی میرسی میبینی که نتونستی یه،, 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 چیزی که من نصیحت میکنم برادرانه اگر در جایگاه نصیحت البته باشم صرفا به خاطر تجربه ای که تو این مسیر اتفاق افتاده میگم که سوار موج ترند نشین خیلی ترند تو دیدی منم دیدم این همه اتفاقای اومد و رفت اومد و رفت و آدم هایی که سوار این موج ترند شدن با از بین رفتن اون ترند اونا هم از بین رفتن من چیزی که شخصا سعی کردم تو عکسم تو ویدوم تو خروجی که در نهایت به مشتری میدم خیلی مجبوری یه جاهایی سعی کردم ساده سیمپل شاید مدیوم بازار باشی خیلی بالا و یا خیلی پایین بازار نباشی مدیوم بازار رو ارائه بدی این باعث دووم بردن تو مارکت میشه من رو یادم میاد که مثلا تو هر کوچه ای توی شهر خودمون من بچه من شدم توی شهرمون توی هر کوچه ای دو تا استودیو بود آتلیه مد شده بود یعنی هر که اگه ول می کردی میرفی آتلیه میزد یه استودیو میزد کار میکردن ولی متاسفانه تو همون دوره سوار موج ترندای اون موقع عکس فیسبوکی بود و آره کاور میگرفتن یه سری کارهای این شکلی سوار اون موجه شدن و قافل شدن از مارکتی که وجود داره واقعی بیزینس من از آدم معمولی هم شاید بتونم پول در بیارم ولی آدمی که بیزینس اونره واقعا میتونه به تو پول بده در اومد خونت کسی که آره باشی. لباس داره تولید میکنه نه اون آدمی که خودش مصرف کننده لباسه کسی که داره ساخت و ساز میکنه نه اون کسی که صاحب خونه گفتیم مشهدی خیلی مشهدی داریم توی متاسفانه خوشبختانه بله همه هم بله، مدیا بله، بله، چه خبره بله، 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 چرا مشهدی بله، همه ترکیه ان حالا به بر نخوره مشهدی نمون... کاری نداریم بعد میچسمیم به هم مگنتیم نمیدونم چرا یه چند حون... روز پیش یه دونه ایونت داشتید همه نصفش مشهدی بود نصف آره. بود آره. آره. مشهد و آذربایجان شرقی و غربی بود ترکیه این طبیعتاً آذری‌ها زیادن ما هم می‌زنیم از اونور میایم این چه خبره چرا من حس می‌کنم یعنی حس که نمی کنم یعنی خیلی دیدم مشهدی مدیا کار چجوریه تو مشهد به مدیا همیت میدن یا داستانش چیه شاید به خاطر اینکه تو مشهد به مدیا همیت نمیدن اینجاها داری میبینیشون شاید اونجا نه نه من اونجا مدیا شروع کردن یه بالاخره نمیدونم واقعا خیلی خیلی من دیدم تو تخصص من نیست بگم چرا اینقدر زیاده ولی حالا با نقض صحبت قبلی خودمه ولی بالاخره از آرت شروع شده هر چیزی به نظرم شاید دنبال هنر رفتن نه اینکه بگم تو فرهنگ مشهد زیاد تو فرهنگ خراسان خونواده ها حداقل نمیتونم بازم بگم عموم جامعه ولی خونواده های خراسانی به نظر من به هنر بی این بیدم. که بچه هاشون در نهایت یه هنری رو بلد باشن خیلی اهمیت من خودم هم ورودم به عکاسی همین شکلی اتفاق افتاده یعنی شاید دست مینداختم چیزهای مختلفی رو تابستون به تابستون تا مثلا سال به سال امتحان میکردم کار مختلف و این گرفت دیگه قلابه گرفت مثلا یهو دور بینم تو دیگه نمیتون بیای بیرون دیگه نمی نتونستم بیام بیرون من خیلی کار <تصفح> دوست داری مثلا دا دا از این کار بیای بیرون یعنی شده مثلا یه روز بگی که با ولش کن جمعش کن بندازیم دورو رو بریم دیگه اصلاً, اصلا چه اسیر شدیم نه پیش اومده من خیلی این اتفاق برام افتاده پیش اومده خودم به شخصه من من یه سه سالی ارمنستان بودم 88 تا 91 91 که برگشتم هیچی نداشتم درسم رو ول کرده بودم یعنی هیچ مدرک تحصیلی نداشتم توی بالانس سربازی برم یا نرم معاف میشم یا نمیشم معاف شده یا معاف شده سربازی نرفتی؟ نرفتم, من برای نرفتم. برای آره. <تصفح> آره من سیگاری شدم <تصفح> این بده <تصفح> ارزم به حضورت که خیلی شرایط عجیب غریبی بود اون روزا ولی عکاسی میکردم خب مثلا 15 16 سالگی شروع کرده بودم عکاسی نمیکردم که پول دا... ل... بیارم ولی عکاسی میکردم ما یکی دو تا دونه پروژه بهم هم میخورد که مثلا کار بکنم بابام گفتش که من بابام موقع کار صادرات وارد تا اینجور چیزا انجام میداد گفت بیا مثلا من که تو مرز آشنا دارم یه سری جنس مس یه مغازه برات میزنم اینجا کا کاسه کاسبی کن اون روزو یادم نمیره اواخر سال بود یعنی نزدیک به عید بودیم در به در افتادم دنبال این تولیدی های لباس ببین در به در افتادم دنبال این تولیدی های لباس و یه پروژه جمع کردم که اون سال مثلا نزدیک 25 میلیون تومن طرف من یه دونه چک داد قبل از عید یه سری مدل رو بردم کیش عکاسی کردم براشون کاتالوگ زدم هزار تا کار کردم چکه تهش مثلا 5 6 تومنش مال من بودا ولی چکه روش نوشته بود 25 تومن منم گذاشتم جلو بابام گفتم ببین مغازه رو ولش کن من چسبیدم به این دوربینه و خیلی اون حسه برام حس قشنگی بود که احساس کردم مثلا این دوربینه با خودم جواب دلم اینو میخواست احساس کردم و از یه جای به بعد یاد میگیری چه جوری از این دوربینه از خود این دوربینه پول در دنیا الزاما به مثلا بیزینس و دکتر و مهندس حالا به قول قدیمی و الان تریدر و مثلا کریپتوکارنسی و فلان اینا تیری هم به کریپتو بزنیم نداره به نظرم بابا همه جور هم که داریم میگیم یه تیر که تو میزنی هر چیزی به نظر من باید هنرشو داشته باشی و زمان بذاری و اون اوه. علاقه و پشت کار است که باعث میشه همه فکر میکنن آخه الان متاسفانه خیلی باب شده فکر کنم ریلزای زیادی تبلیغات زیادی هم تو اینستاگرام و اینور اونور میبینی دیگه بیا تریدر شو مولتی میلیاردر شو بیا نمیدونم یه شبه یوتیوبر شو مولتی میلیاردر شو آخه نمیدونم اصلا همچین خبری نیستش واقعا یعنی تو یه شبه نمیتونی یه چیزی به دست بیاری مگر اینکه دزدی بکنی آفرین و اگر قرار باشه تو بدون دزدی کردن یه شبه کاری رو به دست بیاری یا پولی رو به دست بیاری باید زحمت بکشی دقیقا. این چیزی هم نیست که بگی یکی دو سال ها بعضی وقتا شاید ده سال زمان ببره یا من... برای کار کنی یا مثلا همکاری کنی کلا کنی آره. چون که نمیتونی واقعا تو الان میگی دوربین تو زحمت کشیدی باش من همینجوری و خیلی دیگه و این باعث شده که حالا نمیگم خیلی مثلا عجیب غریب پول در آوردیم یا خیلی عجیب غریب لول اپ شدیم ولی تونستیم یه جایی برسیم که از اون دوربین یه دستگاهی که حالا مثلا دارم 1000 دلار 2000 دلار 3000 دلار پولشه بتونیم سه برابرشو چهار برابرشو ده برابرشو پول در بیاریم به اضافه اینکه مسئله همه چیزم حالا الزاما پول نیست اگر داریم حالا بچه هایی که میگم قرار بیان تو این مارکت خیلی صحبت اون راجع به عکاسی و ویدیو مارکتی شد در واقع ولی الان میبرم دیگه مسئله پول نیست تو قطعا تجربه کردی خیلی از بچه هایی که تو این مارکت هم تجربه کردن دوربینه و کار مدیا کردن یه اکسس شیرینی بهت به میده که به نظر من خیلی ها تجربهش نکردن اون لحظه‌ای که تو کنسرت مثلا تو عکاس کنسرتی ویدیوگرافر کنسرتی تو گردن تو یه کارت افتاده که جاهایی میری که خود آرتیسته نمیره دقیقا آل از این این آل اکسسه تو کنسرت و بذار کنار من یادم یه پروژه‌ای که حالا خیلی تشریحش نمی‌کنم پروژه ها رو کار خیلی عجیب غریبی نبود ولی برای یه شرکتی داشتم توی تفلیس کار می زدم و این دوستان بر به عنوان لوکیشن یه یکی از سویت های مثلا رادیسون بلو رو گرفته بودن شب اون پروژه خب همه جمع و جور کرده بودن داشتم میرفتم منم قرار برگردم هتل و مسئول پروژه گفت آقا ما که اینجا رو گرفتیم فردا صبح ما قرار برگردیم اینجا تو برو مثلا بمون اینجا همینجا و مثلا وسایل مسائل تو بزن به شارژ و بمون اینجا من گفتم که خب ردیف میمونم دیگه اون لحظه ای که من نشسته بودم توی اون سویت تنها دارم مثلا ویسکیمو میزنم دوشمو گرفتم و چیل کردم دارم تفلیس رو نگاه میکنم یه لحظه به خودم اومدم گفتم و ملت سالها کار میکنن تو این نقطه ای که تو نشستی بشین از همین چیزی که داری تجربه میکنی لذت این اینو باید هزینه کنم و تو الان نشستی و داری پس تو در واقع همه اون سالهایی که کار کردی تجربه کردی و این بیزینسی که داشتی اینو به داد به نظرم لذتشو ببر حالشو ببر عشقشو بکن دقیقا میخوام یه ذره از این بحث حالا خیلی رفتیم تو عکاسی فیلم مداری بیاییم بیرون پشت سیدون یاد اینجا چرا یه روشنه این پشت گور گرفتم از اینجا سر فکر میکنم افکت مثلا ای بزنمش که مدل چه سر من نه پشت سر یه دون لایت گذاشیم گوشت برای ما هزینه میخوام یه از این بحث عکاسی بیاییم بیرون حالا دوباره شاید در ادامه رفتیم داخلش و گپ زنیم در موردش اگه بفهمی یه نفر پشت سر صحبت کرده چه حسی نسبت به اون آدم پیدا میکنی وقتی ببینیش و اینکه حالا جز این اصلا یه نفر بیاد تو روتم باهات بد حرف بزنه چی کار میکنی چه ریاکشنی میتونی با طرف داشته باشی اینکه چه اکشنی؟ چه ریاکشنی میخوام داشته باشم و چه ریاکشنی دارم خودت میدونی قطعا موقعیت با موقعیت فرما ما الان نشستیم چیل داریم با هم حرف میزنیم آره نه من خیلی چیزی نمیدونم راحت بخوام امه. بهت بگم اه... خیلی هم دو تا موقعیت با هم فرق میکنه تو خودت چیکار میکنی مثلا اینکه پشت سرت آخه یکی پشت سرت حرف بزنه با یکی که تو روت بگه اصلا آدماش با هم فرق میکنه اونی که تو روم بگه شاید سعی کنم اولش مثلا توجیه کنم اون چیزی که اتفاق من افتاده مثلا اون کسی که میاد پشت سرت صحبت میکنه جاش همون پشته هم جاشون پشته هم انقدری به نظر من نتونسته اون چیز رو داشته باشه آره. حالا اسمشو نیاریم بذاره بیاد روش نکنیم حالا جیگرشو آره. بگیم که بیاد جلو رود صحبت کنه چون به نظر من اگر ایرادی به من وارده یا اصلا مشکلی دارم یا کاری کردم تو میتونی به من بگی رو در رو صحبت کنیم یا حلش میکنیم یا اونو از وسط قیچیش میکنیم تمام میشه میره دقیقا. و کسی که میاد پشت سرت صحبت میکنه تو همون پشت سر باید بمونه و اگر یک روزی اومد به نظر من باید بهش بگی تذکر رو بدی فکر نکنه که باز میتونه پشت سرت ادامه بده بله. و هاشی برای درست بکنه برای من خیلی اتفاق افتاده حالا توی استانبولش گفتن حالا قبلش هم باید صحبت کردم بهت گفتم ولی چیزی که برای من عجیبه این آدم ها نمیدونن که توی فضای خیلی کوچیکی قرار داریم حقیقا. ده توی یه فضای خیلی کوچیکی ببین حتی تو بزرگترین شهرهاشم باشی تو یه مدیاکاری و اشتباهت اینه که میری حرف تو به یه مدیا کار میزنی اصلا اصلا مدیا کار نباشی تو هر ژانر دیگه ای اون مگه چه من, چقدیم. من یه،, یه،, چیزی که الان دارم بهش فکر میکنم بر اساس حرف خود من یادم چند سال پیش به یه دوست عزیزی که الان هر دو میشناسیمش اسم گفتم که ما از یه سری چیزها گذشتیم و مهاجرت کردیم من شهرم و خونوادم و کشورم و خیلی چیزها رو که باهاشون خیلی عاشقانه بودم گذاشتم اومدم و مگه چه قدیم مگه چند نفریم آه. <applause> خب این مگه چند نفریمه خب همین دوره هم باشیم دیگه خیلی کاری به کار هم دیگه نداشته باشیم حال نمی کنیم با هم دیگه در ارتباط نباشیم دلیل الزامی برای اینکه من پشت سر تو حرف بزنم وجود نداره مگر تو چه کردی یا من چه کردم که بخوام حالا پشت سرت صحبت بکنم اگر هم حرفی داری که احساس می اون حرفه میتونه من رو بهتر بکنه بیا به خودم بگو یه امایی این وسط وجود داره ببین خیلی عجیب عادل که خطاب میکنم مثلا انگار آره، برام سخته آینه خودم بر. برمیگرده هر کدوم از ما در یه جایی به دنیا آمدیم یه جوری بزرگ شدیم یک جهان بینی داریم یه زیستی داشتیم یه اتفاقایی برامون افتاده هر کدوممون یه زخمایی داریم که در نهایت پیووی من رو نسبت به مسائل با پیووی تو نسبت به مسائل تغییر میده من در نهایت احساس میکنم که آدما اگر به این خودشناسیه برسن که من با تو فرق دارم و نگاه من هم با تو فرق داره شاید از نظر تو تو الان خیلی قشنگ لباس پوشیدی و شاید از نظر من لباس قشنگی نپوشید این پی منو وی که قشنگ فرق می‌کنه قشنگ با اون مشکی که رنگ عشق <تصفح> ولی تو میای پشت سر من حرف میزنی میگی مثلا عادل وعیدی اینجوریه مثلا خیلی باید. خب مشتی اوکی اصلا چیزی که داری میگی درست ولی از پیووی تو درسته شاید اگر تو جای من بودی شاید اگر تو تو موقعیت من بودی شاید اگر زیست منو تجربه کرده بودی تو هم همون کار رو میکردی شاید هم نمیکردی پس به نظرم خیلی بیمعنی میشه وقتی این کار رو میکنیم خیلی چیزای دیگه بیمعنی میشه خودتو اذیت میکنی اصلا خیلی از رضایل حالا من تو جایگاه ملاتوری نباشه یه ذره مثلا خیلی نمیخوام <تصح> تو تکیه چیزی داشته سلیب و رضایل همه چی دارم میگم من اول, اول برنامه اصلا میخواستم یه چیز دیگه بگم راست شوخه. یه جور دیگه میخواستم شروع کنم الان قسمت شد که بگم منی که الان رو این صندلی نشستم به لطف شما به دعوت شما به هر دلیلی من نه نماینده کسی ام نه نماینده تفکری ام من نماینده عکاس استانبول نا. نیستم نارد. من نماینده خودمم و نماینده هر حرف دقیقا حرف دلمو دارم میذارم نه اینجا کسایی که میان اینجا میشینن بعضی ها الان چند وقتی توی اینستاگرام و یوتیوب باب شده فکر میکنم الان مثلا دوربین ب... میگم دوربین بزنیم جلومون یعنی یه دوربین جلومون باشه و یه میکروفون جلومون باشه باید بشینیم همه رو نصیحت بکنیم یا یه چیزی به این نه, 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 نه؟ دوره ما در مورد تجربیاتی که داریم ما داریم صحبت میکنیم حالا اون کسی که داره گوش میده میتونه ازش یه برداشت خوب داشته باشه استفاده کنه خیلی میتونه یه برداشت متفاوتی داشته باشه و واسه خودش محفوظه اصلا قرار نیست کسی بیاد کسی رو دیس بکنه یا قرار نیستش که من بیام عقاید خودم و مثلا بیام در مورد انرژی ها و فلان و فیلان آه. صحبت کنم بکنم تو چشم تو که حتما باید چیزی اینجوری که من میگم نیست. درسته چیزی که تو میگم درسته این این اتفاقه اگر بیفته من احساس میکنم اون پشت حرف زدنه بی معنی میشه چون طرف تا میاد حرف بزنه میگه خب شاید این چیزی که من دارم میگم از نظر من درسته قضاوت کردنه به نظر من خیلی کار ظالمانه ایه خیلی کار شاید به نظر من اگر یه نفر یه نفر رو داره قضاوت میکنه به نظر من از این میاد که خودش باعث میشه یه قضاوت بشه بعضی وقتا من این حسو میکنم یعنی مثلا دارم میام شاید من با آقای ایکس رو به خاطر حرفایی که زده شاید بخوام قضاوت کنم قضاوت کنم و در نهایت داری با پی خودت قضاوتش میکنی آره اون که صد در صد پی وی خودت نبودی در نهایت هم نمیدونی نه قضاوت در مورد حرفایی دام. که نسبت به من میزنه نه در مورد کلیتش تو تو وقتی به قضیه م... من... من،, حرفم به عادلی که پشت سرش حرف زدم و حرفا شنیده اینه من میگم برادر من بیارو یه چیزی گفته ولی تهش داره از پیووی خودش میگه از پیووی اونم چیزی که گفته درسته ولی از پیووی تو چیزی که مطرح شده درست نیست و من من با این همچین چیزی انگا خونساش میکنم انگار انگار تو ذهنم اینجوری میکنم که مگه چقدر انرژی داریم مگه چقدر 24 ساعت کلا روز دقیقا. انرژی ندارم من تو این 24 ساعت ساعت هم یه احساس که 24 ساعت داره تموم میشه نه تایمر که یه 24 ساعته به نظر من انقدر کمه که من یه نقل قول از پدر کنم یه نقل قولم از مادر بکنم این بحثو تمام باز بیا بکنیم. نزدیک آره باید بیام نزدیک مادر من همیشه به من میگفت پسرم زندگی نه اونقدر کوتاهه که همش در حال دویدن باشی و بگی و برم برسم نه اونقدر بلنده که بگی حالا باشه فردا کار استراحت کنم درست میشه و یاد میره آره اینه همینه همینی که داره اتفاق میفته اگه قرار همینی که اتفاق میفته رو من انرژی رو اون که فلانی چی گفته و فلانی چی کار میکنه و حالا برم پشت سر اون رو قضاوت کنم و مشتی به چسب زندگی ببینیم چی گویی میخوریم ببخشین البته راست چی گویی داریم میخوریم چی به چیه کجا اومدیم داریم کجا میریم خب تو مبحثی از میتونی وسط وارد بشی یا من اصلا نمیخوام آره بیا رنده تو بیایی وسط من... قیچی کنی من خیلی... نمیخوام چیز باشه فکر کنم راجع به خیلی چیزا این وسط صحبت کردیم یعنی حالا به نظرت حالا اینو میخوام بگم الان یه چیزی اومد تو ذهنم خیلی فعل بده اومد چقدر این جامپ سوشال میدیا توی زندگی تو تاثیر داشته یعنی میخوام به اون عدده برسونمش مم. به نظر تو سوشال مدیا عدد و رقمش چقدر تاثیر داشته تحصیح و ببین خب نه این وسط یه دو تا نکته وجود داره که من و سوشال میدیام چی کار میکنیم اون آدینسه داره چی کار میکنه مسئله که وجود داره اینه که به اتفاقاتی که افتاد من که اون روزی که داشتم مثلا کاری می ساختم. که فکر نمی کردم چه اتفاقی بیفته تصمیمی هم براش نداشتم من گفتم آقا من سه چهار نفر فالوور دارم دارم میبینم بینم حالا 500 600 تا ویو میخوام ما هم یه گوشه ای کارو گرفتیم شب خوابیدم صبح پاشانم دیدم میلیون ویو گرفته ایکس آره ای اتفاقایی داره میفته که دیگه از کنترل تو خارجه خب حالا اون اتفاق تموم شده به هر شکلی بازخورد بد داشتی بازخورده بد داشتم بازخورده خوبم داشتم یه دی اومدن تو رو ببین بحث دیده شدنه یه بحث چجوری دیده شدنه یه دی همون روزا خیلی من دلگیرم از خیلی از آدم هایی که آشنای من بودن قلبا دوستشون داشتم و اون روزها به هر دلیلی باز, باز توجیه پیوی وی خودشون از من فاصله می گرفتن یا باز منو قضاوت می کرن. آقا فالوئری گرفتی آقا اون فالوئری که من گرفتم به دنبال چیز دیگری اومد توی این صفحه آه. این آدینس من نیست اه... باز اکاسی و ویدیوگرافی نیومده آره اون اومده بود دنبال چیز دیگه حالا اگر مونده از چیز دیگه خوشش اومده دمش گرم لطف داشته حال داده آه. یا اگر مونده منتظر هنوز اتفاق دیگه بیفته شاید افتاد شاید هم نیفتاد این باز به نسبت من و من منم و پیجم من میدونم دارم, دارم چی آپلود میکنم چی میذارم ولی اینکه اون عدد تاثیر میذاره یا نمیذاره در فرس امپرشنی که تو روی یه آدمی میذاری در اون نگاه اوله بله تاثیر میذاره ولی این روزا فکر نمیکنم خیلی توی چی توی درآمدت یا توی نه تو درآمد تاثیر نمیذاره اگه دنبال اینکه این که با فالوور ولی... درآمد داشته باشین <متحن> ولی قبول داری خب الان تو مثلا داراش الان خیلی دارن کاش دهنم سر این قضیهش باز نشه یعنی yani من بخوام سر این قضیه فالوور دارا تیر بزنم من الان با بابت بار... فل... نه ببین <تص> راحت میگم اصلا اسم نمیبرم ولی راحت میگم من به عنوان قسمت پروداکشن یه ویدیو و اون خانوم یا آقایی که مثلا میاد به من سفارش میده حالا اینفلوئنسر یا فالوور بالایی داره یا پیج سنگینی داره من و اون اگر من کمتر نگیرم دارم هم اندازه اون پول میگیرم خب منی که اون شهرت رو ندارم دارم همون پول در میام دیوونم برم دنبال اون شهرت پدر خودتو در میاری به اون شهرت برسی که بعد م م پول در نیاری نه دیدگاه من این نبوداد من میخوام اینو بیارم به نظر تو یک روزی الان بالای پیج چقدر؟ 20 22 تا 22 تا درسته به جای 22 تا مثلا بشه 2 میلیون تا خب 100 درصد توی قیمت دادن هم متفاوت خواهد شد دیگه نه مشتری بیشتر میده به پول قبول دارین اه... مشتری راحت تر پول میده بذار اینجوری بذار بذار بگم مشتری که هم تر پول هم میخوره جرأت خوردنش رو نداره یا جرأت پرداخت نکردنش رو وگرنه تو قیمت دادن من من دارم باز دوباره میگم عادل. یعنی تو میخوای یعنی مثال دارم میگم تویی که من یه عدد و رقم همینجوری مثال میخوام بزنم الان یه ویدیو میزنی یه لیر مثلا دو میلیون تا هم بشی باز یه لیر میزنی خب آه همینه ببین اون جایی که اول صحبتمون راجع به بیزینس صحبت کردم ببین من اگر یه نفر الان به من مسج بده از من یه سرویسی بخواد من منوم کبابیه یعنی شبیه منو کبابی بهش یه منو رستوران میدم یا سرویس من کباب این من وقت من, من برای پول درآوردن آوردن هنوزم هم راجع به آرت صحبت نکردیم دیدید نرفتیم توش دقیقا و راجع به پول در اینه که شما یه سرویسی میدی این سرویس یک ساعت و یک زمانی رو در روز از شما میگیره و اون زمانه یه ارزشی داره اگه من یه روز میام برای شما ویدیو شوت میکنم یه روزم براش ادیت میکنم این به معنای اینه که دو تا 8 ساعت 16 ساعت من قراره برای شما وقت بذارم این 16 ساعت من اون بالای پیجم دو میلیون باشه 25 هزار تا باشه یا 2 هزار تا باشه که عوض نمیشه من چون کردیت با یه جایی این عوض میشه اونم اینجاست که عادل خانقایی من از تو ویدیو گرفتم ویدیو تو تو پیج خودم هم شیر میکنم که تو بوست credit بشی کردیت میدم اینجا که دارم بهت کردیت میدم خب معلومه پولشم خب پولش موقع میرم. بیشتر به خاطر اون میام من شاید شیر نکردم اصلا حال نمیکنم با شیر نمیکنم به نظر من حالا شاید امیدوارم یه روز دو میلیونی بشه <تصفح> تو به بگم که میگیره داری عوض کرده قیمت اون منوی کبابی تو ازت میگیره همون نگه دار <تصفح> یه منو کبابی برام بفرست میفرستم برات فقط دیگه زامیات میدونی قیمتا تغییر میکنه الان 50 شروع شده گذاشتی ای بابا کباب داریم تو سلطانی از سوشال مدیا گفتم میخوام به اینجا برسونمش که به نظرت آدم مسخره بودن حالا به کسی بر نخوره ها مسخره بازی در آوردن حتی مسخره بازی در آوردن با حال جدی بودن خوبه فش خوبه دیگه. چی بگم مسخره هم بشینن ما هم دیگه اشغال کنیم با جدی هم میشینیم جدی حرف میزنیم من خیلی آدم وسطی هم خیلی وسط بازم خیلی سفید من با همه حال میکنم نمیگم حال نمیکنیم من اصلا من اینجا الان نمیخوام نه آدمایی که خب دارن ویدیو فان درست میکنن مسخره از, از اون نحا نحا منظورم داری آره کردن این باز باز داریم راجع به مدیاش صحبت میکنیم مدیاش صحبت یا نه یه آدمی که همینجوری منو و تو رفیقم با هم در مورد آدمش صحبت, میکنم میکنم صحبت, صحبت میکنم میکنم من آدمش نیستم بذار اینجوری بگم وگرنه من ویدیو فان تا دلت بخواد میشینم تو اکسپلور ساعت ها میبینم پس تو هم دوست داری ویدیو فان فان دیگه یعنی فان داریم تا فان دیگه حالا کمدی از نظر من یه چیز از نظر بابام یه چیز از نظر تو یه چیز از نظر یعنی به نظر من اون آدمی که الان داره کمدی میسازه و ده میلیون ویو میگیره ببین من باز, باز, دارم به این قضیه این شکلی نگاه میکنم که آدینس داره تعریف میکنه چی رو درست کنه یا رو هم داره درست میکنه سوراخش اینه دیگه ما هم پیدا کردیم دست اگه منم میخواستم دست بکنم توش که من الان باید اون مسیر رو ادامه میدادم ولی قبول داری که به یه سمتی داره میکشه که تقریبا 90 درصد آدم ها مجبورن تو اون سوراخه برن یعنی اه... ببین من الان اینجوری من امروز داشتم واسه یه بند خدایی توضیح میدادم این قضیه رو انقدر سرعت دیدن ویدیوها کم شده یا زیاد شده ببخشید زیاد شده یعنی فستر, فستر شده. یعنی دو ثانی نگاه میکنیم رد میکنی. دو نگاه رد یعنی تو ویدیوهات باید در یک ثانیه اول تحت تاثیر بذاری بله. اینجوری دارم به قضیه نگاه میکنم که مجبور دارن میکنن که منی که کار سینمایی دوست دارم ویدیو مثلا سینمایی دوست دارم بگیرم اولا عمودی بشم دو من وارد اون سوراخ زرد اینستاگرام یا حالا تیک یا حالا یوتیوب یا هر چیزی که هست بشم یعنی به امروز به همین باقی... قبل اینکه دو شما یکی از دوستان تلفنی صحبت میکردم هم همین گفتم. میگفتم که من دارم مجبور میشم که وارد این قضیه بشم نمیتونی بیرون این اه... گود بمونی نه اینکه مثلا ببخش روزم شهروارمو بکشم پایین مثلا یه دم دارم میکشن دیگه با اونم اونم هوکه غیر از اینه ببین ما توی مارکتینگ فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یه چارتی داریم که یه جدولیه بهش میگن شیر و کیر <applause> یه طرف نمودار شیره یه طرف نمودار کیره <applause> که میاد این تقسیم به چهار میشه چهار تا بخش میشه تو هر کدوم از این بخش هم یه ویدیو یه،, 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 کانتنتی جا میگیره چیزی که کیر نمیکنن مردم راجبش شیرش هم نمیکنن میشه اون یارو مثلا سلفی از خودش میذاره یا عکس غذاشو میذاره کسی کیر نمیکنه شیرش هم نمیکنه اون چیزی که کیر نمیکنن ولی شیرش میکنن به خاطر کوالیتیشه مثلا یه کاری که مثلا میگم یه کار فشنی که فقط یه ویدیو فشن خوشگله طرف شیرش میکنه ولی مهم نیست براش اونی که شیر نمیشه ولی کیر میکنن ویو زیاد گرفته ولی شیر نشده مثلا میگم طرف داره راجب فواید فلان خمیر دندون خیلی تخصصی صحبت میکنه طرف میشینه نگاه میکنه در مورد خمیر دندونه بفهمه چی به چیه ولی شیرش نمیکنه اون چیزی که آدما هم شیرش میکنن هم راجبش کیر میکنن اتفاقی که برای خود من افتاد یعنی کوالیتی کوالیتی استانداردیه یارو میگه ای چیز باحال شیرش میکنم آبروم نمیره <applause> آه. و کیرم میکنم سابجکت مهمیه برای من این سابجکت قابل اه اهمیته اون چیزی که تو داری میگی طرف شلوارش رو میکشه پایین ویو میگیره ولی من اونو استوریش نمیکنم ولی اگه شلوارش رو کشید پایین ولی یه حرف مهمی زد ممکن استوریش هم بکنم <applause> یعنی شلوارشو کشیده پایین که حرف مهم خیلی جدی وسط شلوار همچین کانتنتی داریم یعنی یه همچین چیزی وجود داره یه یه کراکتری هست حالا ب... حضور ذهن ندارم اسمشو بگم خارجی ایرانی خارجیه آه. روانشناسه و در مورد اتفاقات روانی یعنی در مورد تراپی کلا صحبت میکنه و پوینت های تراپی یه چیزی که ترند کرد که چند سال این ترند باقی مونده بود اول اولش با این شروع میکرد سکس گود بعد یه جمله دیگه, دیگه میگفت خب این سکسیز گود شده بود هوک این آدمه این آدمه با این هوک گرفت میگرفت بقیهش یه حرف دیگه میزد و آدم ها رو توی خب این میشه همون شلوار پایین کشیدنه دیگه میدونی تو یه جوری یه کاری کردی که ملت بمونن تو ویدوت دمت کرم اگه حرف خوب و مفیدی میزنی ولی اگه حرف خوب و مفیدی هم نمیزنی به نظر من تو باقی نخواهی ازاقاری. موند آره. تو چی داری تو چنده؟ همش من دارم میپرسم حواسم به هست مدیری تو رو عاشق شدی سوال عاشق شدی <تصفح> نمیدونم چی بگم خیلی خیلی حرفات باحال بود یعنی به نظرم موج باحالی رو اومدیم یعنی بر من قشنگ به من حال داد خیلی امیدوارم که کسایی خیلی... که میبیننم حال کنن ان شاء الله ان که عجیبه ان شاء الله ظلمات نمیدونم نمیدونم دارم چیکار میکنم حیرانم به قول آیسان اسلامی آیسان اسلامی مثلا چه گیری دادی به بند خدا اصلا اون یه گوشه دو داره می چی میشه که یک نفر به نام آیسان اسلامی خیلی سری من خیلی کامنت دیرکت و مشخصی در مورد این موضوع دارم خیلی... شما منچو رو دیدی؟ شومنشو شو، جیمکری بازی از, این دیده از دیده ماه اینو انداخته بودن از کوچیکیش از بچگیش فیلم ساخته بودن و مردم داشتن سریال زندگی یک آدم رو زندگی عادی یه آدم رو داشتن سریالش رو میدن به نظر من اتفاقی که در دا آیسان اسلامی افتاد این بود ترومنشو یعنی بعد دهنش مهم نیست اون مگه آدینسی که داره دنبالش میکنه نمیگم بعد دا یازش رو، اصلا کاری ندارم به نظر من که الان بعد دهنی اتفاقا چیز خیلی خوبیه به جاش طرف بس طرف دیگه به من من ت... احساس میکنم دقیقا به خاطر همون خودش بودن است که گرفته ببین نکته ای که وجود داره اینه که اگر ما بیا فرض کنیم آیسان نمیدونست این دوربینه وجود داره رفتارش عوض میشد یعنی آدم همین شکلی بود دیگه فرض کنیم که مثلا یه سری گوپرو زده بودن تو در و دیوار خونش و ما داشتیم توی یه سوشال میدیایی که طرف روحش هم خبر نداره همین زندگی می می‌دیدیم. بازم همینقدر فالور میگرفت چون آدم ها احساس میکنن در کنار یه آدمی که خودشه واقعا دارن زندگیشو میبینن و چیزایی هم هست چیزایی هم میگه که براشون باحاله یا روتین زندگیشونه خیلی هم اهمیتی به چیزای دیگه نمیده راجع به روتین زندگیش حرف میزنه و باحال حرف میزنه این, 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 این میگم توی همون فوشه توی اون همون داستانه یه ام. پوینتی رو میاد اضافه میکنه و حرفای باحالی میزنه که انگار مثلا پشت اون حرفا یه تجربه خیلی بزرگی هست خیلی خود آره حالا کاری ندارم که هست یا نیستش اصلا کاری ندارم مثلا میگم از قبل فکر کرده در مورد اینا ولی همین که فکر کرده و میتونه انقدر طبیعی میگم تهش دیگه فکر کرده از قبل واسهش برنامه‌ریزی کرده امروز اینو بگه ولی انقدر قشنگ حتی اینو اجرا میکنه و باعث شده که الان نمیدونم 7 میلیون شده 8 میلیون شده چقدر خیلی سری روش کردن انقدر سری روش کرد که نمیتونم بیا از در چه این سیستمی بود این, این, این هم همون اتفاق است دیگه تو روزی که داشه استوری میذاشته یا مثلا یا ریل میذاشته همین اون تو نمیدونی کی میگیره نمیدونی چه شانس هم بزنه پس کله ما خیلی دنبال شانس نباش تو نه شانس ردی... که... تو شانس آلردی در خونه تو زده برای چی؟ تو تمام چیزهایی که میخواستی رو داشته باشی رو به نظر من داری؟ نه من شانسی که میگم در همین مبحث یوتیوب هم دارم میگم من, من از زندگی که دارم کارهایی که دارم میکنم بالاخره هم شانسه البته که شانس به تنهایی باعث نمیشه تو به پیشرفت برسی یعنی تداوم تو کارهایی که میکنی و شانس با هم دیگه باعث میشه جایم. که تو به یه چیزی برسی جایم. خب این تداومه و همه این اتفاقا باعث شده که حالا من به یه چیزی کم یا زیاد برسم توی اون سطح کاری خودم بیشتر این چیزی که میگم شانس بزنه پس کردن واسه یوتیوب است چون که این یوتیوب لامصب انقدر اذیت میکنه که اصلا نگم اینقدر باید این بذاری که بگیره سرویس با... با... شد باید چیزای مختلفو امتحان بکنی که بگیره دیگه این چند رو فقط میخوام بکنم پادکست و بحاله. یه سری حالا کانتنت دی باحال دیگه اصلا واسه دل, یه روزی آه... تو یه روزی این کاره رو کردی دیگه تو همین پروسه یه تجربه ای داری کسب میکنی من فردا به تو زنگ بزنم بگم عادل مثلا مشتری دارم یه چیزی تو هم صداشو میشنوی من هم چیزی آره. ولی هیچ خبری نیست اینجا یه روزی من فردا به زنگ بزنم خب من تو دیدم که عادل این کارو کرده اوکی برای من بهتر زنگ بزنم عادت بیا این مشتریارو رو جمعش کن اونجا پولش هم در آورده حالا تو پولی که زنگ که زنگ میزنم <تصفح> میام رو خط سوتونا ولی میخوام بگم که خیلی من, من, من یه چیزی راجع به خودت بگم فکر کنم اینو هیچ وقت بهت نگفتم یعنی دفعه اول الان اینجا دارم میگم همین الانم هم که گفتی شانس رو گفتی اومد تو ذهنم من فکر کنم سه یا چهار ماه بود اومده بودم استانبول چهار پنج سال پیش سه چهار سال پیش خب بالاخره شنیده بودم دیگه حالا اسم تو رو شنیدم تازه اومدی تو استانبول تعداد مدیا کارهایی هم که اون موقع داشتن کار میکردن کم بود کارا مشخص بود دیگه کنسرت ها رو من یادم اون موقع از تو بیشتر میدیدم و اون موقع یادم باز تو ذهن خودم یعنی فکر میکنم حتی راجبش مثلا با فرموش هم من حتی این دیالوگر رو داشتم و این دیالوگ گفتم گفتم این بچه خیلی داره تمیز کار میکنه کاش مثلا یه روزی من با این آدم یه برخوردی داشته این باشم با. چقدر چقدر با این, این یه دونه داره تمیز کار میکنه خب حال میکنه آدم دیگه من اون روز و اون تو اون لحظه داشتم با خودم واقعا دارم میگم اینو فکر میکردم که اه... کاش یه روزی من تو این شهر شبیه این آدمه باشم جدی دشتر. دارم میگم اینو بدون تعارف دارم میگم شاهد دارم برای این جمله <applause> <جمعه> حتی گفتم ش... کاش یه روزی من تو این شهر شبین آدمه باشم تمیز بی سر داره کارشو میکنه کار تمیز و با کوالیتی هم میده کاری به کار کسی هم نداره نظر اونجایی که شد... خیلی هم که میگن مثلا تو خیلی اولش مثلا ام بودی و اینا نه به نظر هم, با... هم که داختم... با قسمت قبلی با امری همین صحبت میکردیم آه. من آدم میگم که کلا تو کارم جدی ام حالا با همدیگه شاید سر یه پروژه کامل نرفتیم با هم کار کنیم خیلی جدی ام بد اخلاق بد اخلاق نیستم ولی سرم تو کارم یهو مثلا نمیام بشینم مثلا پیک بزنیم شوخی کنیم مسخره بازی ده ده در بیم. خیلی همه. جدی هم. سر کارم روتینمه دیگه اینجوری بزرگ شدم یا هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم بعد هر کی که منو میبینه بعد آدمی هم که یکی به مثلا مسیج میده خیلی کم از اموجی استفاده میکنم خیلی ام. کم وایس میدم مسیج میدم بعد طرف فکر میکنیم مثلا خودمو گرفتم یا مثلا تو قیافم یا مثلا دارم سرد صحبت میکنم نه آقا بیا نزدیک بشین ما هم پیش بزنیم ببینیم چه خبره بعد میشه رو نه من اتفاقا من خودم خیلی من آدم چیزی بد اخلاق که سر کار که خیلی بد اخلاق بودم الان کمتر شل کردی هم. خیلی شل کردم یعنی عادل مثلا 94 رو میدیدی من با این با 95 که اصلا من یه خاطره دارم سر یه پروژه ای خیلی تا... تا... تایممون خیلی مونده چقدر نه اصلا اوکی صحبت دارم. کن برو میریم براش هرچش دوست نداشی ببر بره نه بابا اه... سر یه پروژه ای من لوکیشن رو انتخاب نکرده بودم کارگردان کارم من نبودم کار دلالی رسیده بود اون وسط به من یعنی من اون وسط فقط مجری بودم در واقع اجرا کننده پروژه بودم ولی خب اسم کارگردان رو سر پروژه گذاشته بودن ما لوکیشن نمیدونی کجاست داری روز اول میری تقریبا ده دوازده تا بازیگر داره کار کار رکلامه تبلیغ فکر کنم هفت نور 800 با ما بود یعنی خورشید تو دستامون بود من این نورا رو ست کردم و به ما گفته بودن این لوکیشنی که هستیم برقش سفاز مشکلی پیش نمیاد ما هم زده بودیم و با رو رو روشن رو. کردیم دقیقه یه رب نورا کار کرد فیوز آپ شد یعنی من شانس آوردم میده. که سر اون پروژه گفر اون موقع مثلا کنسرت های برج میلاد با ما بود که تو جیب میبشی یه سری ابزار ابزار در فقط جمع کرد نورا روشن شد دو تا نورای منم رفت به شدت عصبانی بودم کار در نمی اومد نور در نمی اومد لوکیشن بد بود این صاحب پروژه در واقع اون شرکت تبلیغاتی که کارو گرفته بود که ما داشتیم انجامش میدادیم پشت سر من نشسته بود یه قره ریزی زد یعنی بنده خدا چیز خاصی هم نگفته یه قره ریزی زد من برگشتم یه جوری به یارو فوش میدادم سر لوکیشن اون از بچه هفت ساله داشتیم تا پیرمرد مثلا 80 ساله مادر دست بچه رو گرفت برد بیرون بچه از اونجا به بعد فوش جدید یاد نگیره <applause> یعنی فقط میگفتم به یارو اصلا اصاب نداشتم اصلا اصلا نداشتم یعنی طرف شاید مثلا 20 سال از من بزرگتر بود ولی من دیگه نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته ولی یادمه که مثلا تو شاید 3 4 سال گذشته خیلی ملوداشی، آروم من اتفاق بیشتر جدی میشم برای اینکه کار جمع و جور بشه دیگه اگه بخوای خودت هم شل بشی اطرافیانت هم نگاهت میکنن تو پروژه های مثلا بزرگتر میگن که خب طرف که خودش جدیدید. رو به یه پس منم به یه برم میدید. بگیرم, بگیرم. آره. کارو دیگه جمع نمیکنه به آره. خاطر این آره. من به خاطر این قضیه جدی هم سر کارم او. سر پروژه ها مثلا احسان شمالی دیگه میشناسی بچه ها دیدن دیگه مثلا یه هویش شاکی عصبانی میشم سعی میکنم میگم پروژه رو جمع بکنم بعدش بشینیم بذاریم سر کله هم آره. میفهمم میفهمم وسطش گوشته بعدش چی نه؟ کردی در مورد آیسان گفتی رفتیم تو آیسان چی میخواستی بگی من پس اومد تو ذهنت بکنم خدای آدم من میگم پیر مردم قشنگ اصلا دیتایی ندارم یه چیزایی نوشتم که خب خیلی راجب خیلی صحبت کردیم وسط صحبت همون ذهنتو خوندم تا اینجا خب خوب بوده دوستت داشتم تا اینجا با حال بوده <تصفح> <تصفح> قبول داری هر چیزی فروشیه؟ همه چیز فروشیه همه, همه, چیز. هم میتونی بخری همه چیز و همه کس حتی فروشیه 100 بله. صد, در صد. امروز داشتم یه ویدیو توی استوریه یکی از دوستان دیدم. که حالا قرار اون دوست من بیاد اینجا بشین صحبت بکنیم که قدرت پول رو میگفتش که هر چیزی رو میتونی بخری الزاما منظورم هم خرید مالیش نیست آره. ولی در کل به نظر آره. من هر چیزی پول و تو فکر میکنی که ته قیمتت کجاست برای هر چیزی منظورم نیست منظورم اینه که تا کجا میتونی بفروشی تا کجا فروشنده ای توی کارم یا تو همه چیز توی وجه ها های مختلف ببین زید. توی سعی میکنم وجدان همو نفروشم اوکی یعنی ولی اونم فروشیه چیز. اونم فروشیه, فروشیه. صد در صحت هر آدمی رو به یه قیمتی حالا چه مادی چه معنوی میفروشه سعی میکنم اولین کاری که میکنم تو زندگی بینه که وجدانمو نفروشم توی کارم تا اونجایی, تا اونجایی که بتونم تا اونجایی که بتونم که البته که الان گذاشتمش کناریه الان مدیا زیاد کار نمیکنم مم. یعنی دنبالش نیستم که زیاد بفروشم میگم این الان این سوال یه ذره تو ذهنم هنوز کامل باز نشده ببین من کامنتم صادقانه در مورد خودم بخوام این به همین موضوع بگم میگم ارزون نفروش. نفروش و گرون نه. هم نخر اما یه نکته ای که اگه بخوام بازترش بکنم یه عده ای تو سیچویشن های مختلف مثلا فرض کنیم یه کارفرمایی با تو شروع میکنه به کار کردن اوکی مهم. آخر اون پروژه به هر دلیلی یه بخشی از پول تو رو مثلا نمیده یا با تو بد رفتاری میکنه یه بخشی از اون پوله یا یه بخشی از اون زمانه به تو بر نمیگرده تو دیگه با اون آدمه کار نمیکنی و اون آدمه خودش رو به هزار لیر دو هزار لیر ده لیر فروخته از نظر من این فروختن است حالا اگه بخوایم بازترش بکنیم یه سری آدمو میان تو زندگی تو و خودشونو به کم میفروشن خودشونو به ارزون میفروشن میان سر تو کلا میذارن مثلا هزار لیر پول نمیدن 4000 هزار لیر پول نمیدن صد هزار لیر پول نمیدن یا می و یا میدوننت و بعد تو با خودت میگی اوکی چه باحال این آدمه خودش رو به صد هزار لیر فروخت و رفت من دیگه قصهش رو نمیخورم حالا تو فروشنده ای من, من خودم فروشنده هم. وجدان منم برا فروشه آه شرف منم برای فروشه ولی ارزون نمیفروشمش حداقل یعنی حداقل باز این بابا میگه اگه فروختی بعد با راضی باش به اون چیزی که گیرت اومده یعنی اگه قرار دزدی بکنیم باز یه چیزی دزدی بکن که زندگی تو عوض بکنه یا یه اتفاقی تو زندگیت ایجاد بکنه چون تو دیگه یه چیزایی رو یه ارزش های اخلاقی رو فروختی که دیگه بر نمیگرده بهت دقیقا همینه و اون ارزون فروشیه توی آیندت حالت و حتی زندگی بعد از مرگ تا میتونه داشته باشه دقیقا،, دقیقا به نظر زندگی بعد از مرگ وجود داره این ناها داره دود مولم میشه واقعا فوتش کن اچه ها ببینید دیگه ببینید بب... اون نگاه من میگم خدایا چرا اینجوریه <تصفح> به نظر زندگی بعد از مرگ وجود داره به گوشی من داشتی نگاه میکردی چیزی دیدی؟ نه تو هم نوشته بودی اونو؟ من هم نوشتم بزن نشون بدم که کلمه بالا رو بخونه و اونجا میبینی یعنی مرگ رو میبینی چه عجیب خیلی عجیب بود برام اینو پرسیدی اه... خیلی سخته سوالی که داریم میپرسی رو جواب دادن بر من حداقل اه... من س... یه تجربه خیلی تلخی دارم در مورد مرگ یک خیلی عزیزی رو از دست دادم خدا بیامرزتش متشکرم که خیلی برا من سخت بود بعد از اون یعنی شاید چند سال چهار یا پنج سال طول کشید تا بتونم با اون مرگ کنار بیام و این چیزی که رو دستم نوشتم تطوه آره این تطوه مال اون اتفاقه که بعد از اون در واقع این میگه صحفت حازل آصفه به بر عربی بر بریده ای از یه شعره که یعنی این طوفان خواهد گذشت که برای من بر من گذشت یعنی من طوفان رو تونستم بگذرانم منتها ادامه این شعر رو خب کسی نمیدونه و معمولا آدما خیلی هم پیگیرش نمیشن ادامه این شعر سنگینتره که میگه لاکن دمار سیب قابل تعلم اما ویرانه ها باقی میمانه تا عبرت بگیری یعنی یک طوفانی میاد تو رو خراب میکنه و اون خرابه باقی مونه تو تو عبرت بگیری اما اگه برگردم به سوالت در مورد مرگ چیزی که باعث شد من از اون مرگ گذر بکنم تغییر نگاه هم به همین زندگی بعد از مرگ بود که فکر میکنم که یعنی با زیست من شاملو خیلی کمک کرد به من خیلی زیاد به نظر من شیک از شیرین ترین و لطیف ترین نگاه ها رو به زندگی بعد از مرگ این آدم داشته یه شعری داره در آستانه میگه که باید استاد و فرود آمد بر آستانه دری که کوبه ندارد که اگر بگاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتند پاسخی نمی آید و در ادامه شعری یه جایی میگه که داوریان سوی در نشست است بی ردای شوم غازیان ذاتش درایت و انصاف حرفش اینه که اون ور در خیلی خبر خاص قاضی نشسته یه آدم داوریه میگه آقا بیا حساب کتابی بکنیم یه دو تا چهار بکنیم چه خبره نمیگم به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارم اما به نظر من یکی دریه که ما از همه هممون از این دره میگذریم و تمام اون آدم رو که از دست دادیم اون بره در باز منتظر ما که بریم از درهای بعدی بگذریم من حالا منم هم دقیقا همین جوری یعنی اعتقادی به بعدش ندارم اصلا میگن جهنم بهش من اصلا اینا رو میریزم کنار و میگم که همه این چیزا یعنی همون جهنمش همون بهشتش همون کارمایی که میگیم همش همینجاست دقیقاً یعنی اگه قرار باشه تو پس بدی پس میدی یا اگه قرار باشه بد بگذره بد میگذره و اگرم قرار باشه خوش بگذره بد همینجا خوش میگذره این که بلند شیم الان قراره بریم اونجا بهشت و حوریا بیان و عسل بدن و نمیدونم پنج تا حوری بغل کنی بخوابی نه اون, <تصفح> <تصفح> <غبره> اون نیست اونا نیست هست اون 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 هم همینجا اتفاق دقیقاً اتفاق میفته و آره. اون دره شاید یه جوری دیگه باز بشه یعنی آره. به یه وادی دیگه آره. ای وارد بشی شاید من بعضی وقتا به این فکر میکنم که توی یه جسم دیگه یا توی یه شیء دیگه به وجود بیام من به آدما به همه دوستای اطرافم هم همیشه اینو میگم برای مفاهیمی که نمیفهمیمشون و برای ما از درک ما خارجه سعی کنین یه درکی رو که دوست دارین اونجوری ببینینش برای خودتون بذارین دیگه هم عوضش نکنین این دیگه قرار نیست بابا من مرگ نمیفهمم ولی میدونم که از دست دادن چقدر سخته برای منی که موندم و اونی که رفته ولی سعی میکنم حداقل بهش اینجوری نگاه کنم که ذره شیرین تر بشه حالا اگه چیزی بعدش هست یا چیزی بعدش نیست که فدا سرم بذار حداقل این چند روزی که قرار زندگی کنیم یه ذره خوش بگذره بهمون آره 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 اون حرف مادرت که میگه نه انقدر آره نه انقدر کوتاه نه انقدر بولم یه ذره چیل کنین زندگی دقیقاً رو. آقا سوال آخر رو بپرسم من این پوش رو نگاه میکنم هنوز <تصفح> <س duy> احساس میکنی داره دود میکنه دودش حالا نه احساس میکنم یه نه 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 ردیف خاموشش گرد من دارم برای که اگه رفله داشته آره اگه دیدی اینجا شعله میاد این کنم افکته سوال سختی که حالا خیلی هم میگن سخته شاید تو هم میگیستم روله چیه تو این قبلش هم پرسیدی گفتم به سخت این سواله بگم اینو که جوابی که اونجا دادم بهت الانم بهت میگم این بک استیج گفتم به نظر من شخصا جواب این سوال رو آدم های دیگه باید بدن فکر کنم دوتا چیز یعنی فکر میکنم دوتا جواب برای همچین چیزی داشته باشم از نظر من آدما مثل یه تیکه الماسن نه از نظر ارزشیش از نظر برشایی که داره دیدی از نظر ظاهرش از hey, نظر ظاهرش هیچ چند وجهیه و از هر کدومشون از یک وجهی به هم دیگه وصل میشن مثلا شاید من و تو الان نشسته باشیم در حال رفاقت با هم باشیم ولی وجهی که در اول ما رو به هم دیگه وصل کرده کارمون بیزینسمون و زندگی کاری و زندگی بیزینسیمون بوده به یه آدمی من از مثلا وجه عاطفی وصل میشم پارتنر منه به یه, به از وچه خانوادگی وست میشم و هر کدوم از اینا یه بخشی از تو رو میبینن و تو تو هر کدوم از اینا یه رولی داری من اگه بخوام اینجا تو این لحظه بگم رول من چیه میتونم بگم من سعی میکنم پسر خوبی فرزند خوبی برای وادم باشم پارتنر خوبی برای پارتنرم باشم تو بیزینس هم سر کسی کلاه نذارم و از اینجور شعاره این شکلی خیلی برام عجیبه که الان چیزی جز ادامه همون شعر شاملو یادم نمیاد که جواب بدم و واقعا من جواب برای این قضیه آماده نکرده بودم فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه اما یگانه بود و هیچ کم نداشت به نظرم تهش اگر رول من یه چیزی باشه اینه که این زندگیه رو این سفره رو یه جوری بگذرونم که تهش بگم یگانه بود و هیچ کم نداشت حال کردم حال کردی خوش, آره خوش آره کردم خوش گذشت دمت گرم که اومدی دمت گرم دمت گرم حال کردی خیلی باحال بود خیلی روون بود خیلی حال خیلی خیلی من توی پادکست قبلی هم گفتم نمیدونم حالا برای شما هم پیش میاد برای کسایی که اومدنم هم نمیدونم شاید پیش اومده باشه وقتی میشینم صحبت میکنم گذر زمان حس نمیکنم شاید باور نشه یک میکنم. ساعت شده الان داریم ما هم دیگه گپ میزنیم اصلا از اون روزی که من پادکست رو شروع کردم یکی از کارهایی که توی پادکست قبلی هم گفتم گذر زمان حس نمیکنم همین صحبت هست هم. هم یاد میگیرم هم امیدوارم که حرفایی که کسانی که میان اینجا میشینن میزنن یا کسانی که قراره بیان بشینن بزنن به درد کسایی که این برنامه رو میبینن بخوره و لذت ببرن دیگه چه کریم <تص Aqui> که به دردتون بخوره ما که همش داریم چیز میگیم چیز, چیز می... اه... ولی آره از این بلند بودن خیلی خوشم اومد خیلی بهم حال داد واقعا یعنی oh, فکر میکردم می یه جاهایی آکسان داشته باشیم نه خودش اتومات شد خیلی جالب بود برنامه که یه سری موضوعمون آره مرگ پشما میخزن یه سری موضوعمون با هم و هم دیگه تداخل پیدا کرد فکر اتفاق بیفته حرفی سخنی چیزی عادل عادل حمایت میخوای بکنی میخوای پوش بدی میخوای چیزی بگی من خودم خودم زندگی مونو بکنیم ما دیگه گوشه نشستیم داریم کاسه بگیم کنیم کم مرسی واقعا خیلی عادلی حالا شاید یک روزی دوباره ببینم اینجا بشیم دوباره گفت بزن میگم این 2 دو میلیون فالوور نداشته باشم اون روز خوشم هم آها میگه میگه گره که منو داشت میدونم یه رفت دو میلیونی نمیشم مگر اینکه شهر بکشیم پایین دیگه حالا یه ها دیدی کشیدیم چه دیگه به جای میرسیم که مجبوریم بکشیم حالا میم شاید یک روزی قسمت شد دوباره نشستیم با عادل صحبت کردیم حالا امیدوارم تا اون موقع استانبول باشه نمیدونم کاش نباشه بلنش یه مپسی هم داشتم که حالا اونو بوری دمشتی آره. چون مقاصدی نمور استانبول صحبت کنیم دیگه نه ص... دیگه خودش یه برنامه جدا یه برنامه یه ساعت رو بزنیم اینجا آقا ولش کنیم اینجا آشغال دیگه تقریبا فردا میام میگیرم میبرم به استانبول و آشغال ولی دمتون گرم بچا امیدوارم که از این قسمت از رول هم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب هایی که میکنید کمک میکنید و حمایت میکنید از این برنامه چون که واقعا یوتیوب فارسی سخته سخت محتوا سخت میشه ساخت و سخت میشه دیده شد و حمایت های شماست که باعث میشه این چنل دیده بشه کاری هم نمیخوام بکنید یه لایک و یه سابسکرایب بزن بزن دیگه, دیگه. بزن دیگه. بزن. کار خاصی که نمیخوام بگم نگفتم بشین یه ساعت حرف منو گوش کن لایک لایک و کامنت <applause> اینو بذار تو هایلایت حداقا دمتون گرم مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین و امیدوارم دوباره ببینمتون دیگه دمتون گرم دمت گرم فعلا یک یک دو سه رکوردمون خارجی کرد دستت به مایک نخورد دستم به مایک خیلی قشنگیم که خیلی زیباست همیشه اولش اینجوری میشم آشپزی با عادل می به خدا آشپزی من بیشتر از این میگیره آشپزی بکنم الان شلوارمو میکشم با این نگاه کردم رو دیدی گیر داده بودیم به چرخونیش که رفتیم بر خودم